عرض احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز پنجشنبه است 14 دسامبر 23 آذر ماه 1402. آقای امیر شوراتی برنامه را اجرا میکنه، سپاسگزارم. آقای دایی سوار هواپیما شد، الان بره به بیمارستان جدید در شهر دیگری. اون که باید در واقع بخش از کبدش رو با آقای دایی اهدا بکنه در راه هر دو در یه بیمارستان آزمایشات انجام میشه و پیوند کبد انجام میشه. همه چیز بستگی داری که اندازه کبد خیلی مهمه، سن و سال مهمه، سن و سال اهدا کننده عصبی مهمه، در شرایط جسمیش مهمه. امیدوارم همه چیز خوب باشه و به خیر بگذره و دایی شفای کامل رو دوباره به دست بیاره. امروز پنجشنبه در این برنامه، در آغازه برنامه، در منزل اول با آقای شهرام آریان هستیم، پژوهشگر، پژوهشگر تاریخ و کارشناس زبانهای باستانی. درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما جناب بهبودی، درود بر بینندگان گرامی. امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. آقای آریان، قبل از اینکه حالا وارد بحث و پس خودمون بشیم، میخوام ببینم که چیزی به اصطلاح به نظرتون میرسه درباره اون چی که امروز در خاورمیانه داره میگذره و این جنگ هولناک، روزنامه اعتماد ازش به عنوان کابوس آخر از زمانی یاد کرده و اسماعیل هنیه دلال و رهبر شماره که حماس میگه این توهمه که ما دوباره به غزه برنگردیم، یعنی میخوان در این کابوس آخر از زمانی با حمایت پشتیبانی جمهوری اسلامی دوباره رژیم اسلامی مستقر بکنن. سراپا گوشی. بله، خب درگیری هایی که اونجا الان در گرفته این چندین ده سال میون مهاجرین یهودی که بازگشتن، که مثلا پس از 2000 سال برگردن به سرزمین نیاکانی خودشون، و مسلمانانی که از اونجا بودن و تحمل نمی کردن این بازگشت رو، چون این به نظر میاره تمام فرایند رو که داستان پایان ناپذیره. به نظر میاد که افراد توان کوتاه بدن رو ندارن. حالا البته یک کسی ممکن آغاز کنه بپرسه که اینجا کی باید کوتاه بیاد. خب اسرائیلیا که میگن این سرزمین کوچکی رو که الان ما در دست داریم، این اون حداقلیه که ما نیاز داریم که بتونیم اینجا زندگی کنیم، و مسلمان‌ها خب میلیون‌ها کیلومتر سرزمین در دست دارن، چرا نمیتونن این فلسطینی‌هایی که پریشان هستن یا آواره هستن اونجا مثلا اسکان داده بشن، بهشون کمک بشه؟ مسلمان‌ها میگن خب نه، بی خود کردیم ما، 1000 خورده سال پیش از این که شما بیان، یعنی 1400 سال بود که اونجا رو فتح کرده بودیم، قبلش هم که چند صد سال بود شما نبودید، واسه اینکه به دست رومی ها نابود شده بودید، رفته بودید، بنابراین اینجا صاحب نداشته، ما نشستیم، الان دیگه مال ما شد. خلاصه ول کنید، داستان تا روز رستاخیز ادامه داره. ولی خب یه نکته که این وسط قابل توجهه اینه که فلسطینی ها و اعراب همسایه گویا در همه این فرسایش ها به مسئله صلح یا آرامش نسبی و بازگشت به یه فرایند تولیدی اون علاقه رو ندارن که بتونن از اون چند کیلومتر مربع که واقعا منطقه بزرگی نیست مثلا یه جوری بکنه. شما تصور کنید که مثلا آلمان وقتی که جنگ جهانی دوم رو باخته بود، یه سرزمینی خیلی 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 بزرگتر از اون چیزی که الان اونجا سرش داره گفتگو میشه از دست داد، به وسیله اینکه متفقین جدا کردن، گفتن این یه کیفریه که مثلا چه بدونم آلمانیا میپردازن به خاطر اون اینکه جنگ خودشون راه انداختن و اون به لهستانیا بخشیده شد، سرزمینی از خود لهستانیان به روسا بخشیده شد. روزگار زور بود دیگه، در حقیقت وقتی جنگو میبازی اینجوریه. ولی بعدش دیگه اینطور نبود که آلمانیا کار زندگیشون رو رها کنن و تا به امروز فقط بگن که ما کی میتونیم انتقام این سرزمین های جدا شده رو بگیریم و چنین کنیم و چنان کنیم. در حقیقت پذیرفتن که یه رویداد بعدی اونجا رخ داده، ما میریم سر فرایند تولید و صنعت
و اگر بتونیم اون بخش رو خیلی بر بکشیم، شاید به وسیله اون آنچه که از دست رفته جبران بشه. حالا عرض کردم اون سرزمینی که اونجا سرش دعواست که فقط یه تیکه بیابانه و نظر مساحتم خیلی 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 کوچیکه، بیننده خردمند از خودش میپرسه که چرا نمیشه ولش کرد؟ حالا گیرم یهودی آمدن اونجا دارن زندگی میکنن، مجموع اون مگه کیلومتر مربعش چقدره که حالا نشه ازش گذشت؟ خب آدم میتونه به همسایه های عرب بگه که خب که سرزمین کوچیکه، شما که 100 برابرش زمین دارید تو سرزمین خودتون، اونجا نمیدونم نظر صنعتی علمی تولیدی نشون بدید که قوم برتر، دین برتر، چه بدونم هرچی که شما دوست دارید شما هستید. این ول نکردن سر چه بدونم 3 کیلومتر نصفی اینور و اونور، این منطقش چیه؟ این ما و اونی که میگم آلمانی تونسته از یه تیکه خیلی 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 بزرگتر بگذره، اونم نه سرزمین بیابانی مثل اینجا که جز شن توش چی نیست، سرزمینای به درد بخور. اون گذشته خودشو تمرکز داده بعد از جنگ باخته فقط روی اینکه چه جوری میتونه خودشو سر حال بیاره. این یکی همینجوری تا روز رستاخیز میخوان سر این چند کیلومتر نصفی هم دیگه رو بکشن. این ما رو میبره به اون مسئله بنیادی تر که تو نشستای نظریمون هم در موردش سخن میگیم، در مورد مسئله تعصب در دینهای ابراهیمی و حالا توی نمونه شاید از همشون آشکارتر در آیین اسلام، که تعصب اونجا از خرد یا توافقهای وسط راه یا اینها مهمتره و نمیشه رهاش کرد. من یادمه که حتی در نوشته های پیش از انقلاب آقای شریعتی حتی در این مورد سخن میگفت از اهمیت تعصب، اینکه تعصب چقدر مهمه، چقدر ما رو بر میکشه، چقدر مسئله روان بخش و جان بخشیه و از این حرفا. یعنی که خب بیننده خردمند اگه به خانه از خنده رود و بر میشه. این در دینای ابراهیمی یه مسئله بسیار جا افتاده و فرسایشی خطرناکه و ولکن معامله هم نیستند. یعنی اینکه ما توافق کنیم، حالا هر درگیری قبل شده، واسه اینکه به فرایند پیشرفت و آرامش برگردیم، این اصلا یه امر ناشناخته ایه، بلکه ما اینقدر تعصب میورزیم تا طرف مقابل سرشو ببریم، بنابراین پایانی به نظر نمیاد. تشکر. بنابراین شما نومیدید از اینکه اینا بالاخره به یه راه حل برسن. خب راه حل کسایی بهش میرسن که خردشون و وجدانشون براشون از تعصب مهمتره. و آقای شرماریان عزیز، کاش مشکل فقط درگیری اسرائیل و فلسطین و درگیری اسرائیل و حماس بود. واقعا اینطوری نیست، که ممکن این بار هم اینطوره. این نیروهای منطقه‌ای هستن که اغلب تحریک میکنن و جنگ و بحران در اون منطقه ایجاد میکنن، از زمان جمال عبدالناصر بگیرید تا حافظ اسد و بعد یعنی جنگ عرب علیه اسرائیل، فلسطینی‌ها درش نبودن که. بعدها فلسطینی‌ها گروه‌هایی تشکیل دادن که اونها هم وارد صحنه جنگ و درگیری شدن. یا این بار این جمهوری اسلامی بوده که از راه دور دست رو دراز کرده و حادثه و بلوا و قائله ایجاد کرده، مثل بلوای 7 اکتبر. یعنی مشکل نیروهای منطقه‌ای هستن تو خود فلسطین و اسرائیل، اونا هستن که باعث و بانی این درگیری میشن، به خاطر که منافعشون ایجاب میکنه یا دوست دارن با ایجاد بحران در واقع شرایطی فراهم بکنن که بتونن به اصطلاح دوام خودشون رو چارمیخه کنن. یه مشکل این شده. یعنی اگه دنیا بخواد مشکل عرب فلسطین رو حل بکنه، اول باید دستی قدرت‌های منطقه‌ای رو کوتاه بکنه، دستی کشورهایی که عملا دخیل بودن. حزب بعث عراق دخیل بوده، حزب بعث سوریه دخیل بوده، افسران کودتاگر در مصر دخیل بودن، قذافی دخیل بوده، الجزایر دخیل بوده، همه دخیل بودن در این، و به اضافه نیروهایی در لبنان که همه به شکلی از این قدرت ها ارتزاق می شدن، مورد حمایت و پشتیبانی از گروه عمل بگیرید تا از سفیر بگیرید که قذافی حمایت پشتیبانی میکرد، و گروه هایی که ارگانشون روزنامه الحوادث بود تا شیعیان و دروزی ها، نمیدونم مسیحی های لبنان، یعنی همه دخیلن. حالا حوثی ها اضافه شدن، حوثی ها عملا امروز وارد جنگ شدن
و کشتی‌هایی که از دریای سرخ میگذرن اینها رو مورد حمله پهپادی و موشکی قرار میدن. پهپاد و موشکش هم از جمهوری اسلامی آمد. بفرمایید. من فرمایش شما رو درک میکنم. شما میفرمایید که حالا بستر فرهنگی متشنج بسیار خوب، ولی آیا امکانش هستش که با دست یاختن به مکانیزم های سیاسی منطقه عامل های اصلی آتش به معرکه آوردن یا بنزین در آتش ریختن یا هرچی کاسته بشه، به امید اینکه اون موقع آرامش نسبی برگرده، به امید اینکه در داخل اون آرامش نسبی یک منش آرامتر مثلا پدید بیاد و به امید اینکه از درون اون منش آرامتر اون موقع راه‌حل‌های دوربرد پدید بیاد. خب ببینید، این یه پرسش خیلی بزرگیه که کسی تا آخرش نتونسته برآورد کنه، و اونم اینه که بستر فرهنگی خاورمیانه، یعنی اون بستر اسلامی، آیا اون المان‌ها، اون بنپارهای درونیش، اونها اصلا سازگار هستن با تحمل دراز مدت اقوام دیگه، دین‌های دیگه و با گرایش عمیق به سازندگی و دانش؟ نخیر. برحال جواب منفیه. حالا مشکل همینه دیگه. مشکل همین. مگه واقعا تحولاتی از این دست که در ایران رخ داده در جنبش زن زندگی آزادی توی این یک سال اندی در بقیه نقاط خاورمیانه هم رخ بده و ما خلاصی پیدا کنیم؟ خوشبختانه الان تحولاتی یا اصلاحاتی در منطقه شروع شده که امیدوارم این عناصر عنصر زدایی بکنه یا این باکتری ها رو از بین ببره. یکی از رویدادهای مهم این وسط خب کشور خودمون بود. من همیشه اون رو به عنوان نمونه خیلی جالب نام میبرم که چون پیش از انقلاب ایران تو زمینه اون این پیشرفت هایی که نامش رو پیشرفت بذاریم، یعنی نزدیک شدن به اون چی که فرنگی ها تو این 500-600 سال گذشته برای خودشون فراهم کردن، اگه اون رو تعریف پیشرفت بذاریم، ایران پیش از انقلاب خیلی کوشش میکرد که با اون همپای بشه. و بعد رویداد بسیار جالبی که رخ داد این بود که بخش اسلامی جامعه، اونایی که واقعا اسلامی بودن، حالا میشه صحبت کرد که 20% بودن، 25% بودن، 30% بودن، 18%، 50% بودن، بیگمان از 50 بیشتر نبود، اونها گفتن آقا این مدل زندگی در پیشرفت غیر قابل تحمله و این دارم کفره، نمیدونم الهاده، این شرکه، و خلاصه اینقدر بهشون گران آمد که گفتن ما باید یه جوری برگردیم به روزگار زندگی قرن وسطایی. یعنی اینکه یک مقاومت سازمان یافته و هدفمند این تو بود. حالا اون که همیهنهای چپی بود یا نمیدونم چپه ملی بود، حقی میگه که من ولی دنبال کار خودم بودم و اینا اومدن، اون مهم نیست. مهم اینه که اینها ظاهرا عنصر جنگجوتر و تعیین کننده تر جامعه بودن، آخرم انرژی از اینا برمیخواست، انرژی جنگی تصرف کردن و بعد فتح کردن و بعد کنترل کردن. به حال خود نمونه ایران یه نمونه بود که غربیا رو خیلی اندیشناک کرد که اینا چجوری اینطوری کردن. اینا که از بقیه سریعتر داشتن جلو میرفتن، حالا خودشون تصمیم گرفتن برگردن به قرون وسطا. اون مسئله که واقعا تا چه اندازه بنیاد فرهنگی اونجا رو میشه سازگار پنداشت، خود اون سزاوار بررسیه که گلایه همیشگی من رو میدونید که من از این خیلی گله‌مندم که چرا مهتران قوم ما این مسئله رو آنالیتیکی بیشتر بهش نمیپردازن. همینطوره. ببینید، فکر کنید همین امروز گروه حماس دستها رو به علامت تسلیم بالا ببره، بگه حاضرم میشم با اسرائیل مذاکره، اصلا تمام به فلسطین، گرچه حساب فلسطین از حماس جداست، اعلام بکنن ما آماده مذاکره هستیم، ما آماده ایم که بریم و طرح دو کشور در کنار هم رو بپذیریم. حالا هیچ تضمینی وجود داره که بعد از اون دیگه درگیری رخ نده؟ نه، برای که اون قدرت ها سر جاشون هستن، اون قدرت های مخرب، نیروهایی که دوست دارن خاورمیانه رو به هم بریزن و میدونیم که اغلب هم دست نشانده قدرت های بزرگ جهانی هستن، اونا هستن که منافعشون ایجاب میکنه که خاورمیانه در هم بریزه. اسرائیل یه خطر جدی میدونه، یه رقیب میدونه به عنوان تنها کشوری که خب تبدیل شده به یه کشور خیلی مولد و در قلمرو چه میدونم هایتک داره در حد سیلیکون ولی میشه، شاید هم در یه زمینای جلو زده و این رقیبه.
خب بریم بر سر بحث و گفتگومون با آقای بحث اصلی. صرافا گوشی بفرمایید. نه خواهش میکنم، من در حقیقت یک شاخکایی به اون زدم. ببینید خاورمیانه اینه که مسئلهش یه مسئله بنیادی فرهنگیه، روی هم رفته هم تو رویداد انقلاب ایران و هم تو سرنوشت اون یکی کشورهای همسایه تو این هشت دهه هفت دهه گذشته به راستی هویدا شده. یعنی ببینید شما مثلا فقط داستان ایران نیست، اون کارنامه بسیار منفی که از خودش نشون داد در انقلاب، که از اون کشوری که میخواست بره که مثلا با پیشرفت‌های کره جنوبی پهلو بزنه، یهو تصمیم گرفت برگرده به قرون وسطا و نمیدونم حجاب و نمیدونم شلاق و دست و پا بریدن از این حرفا. بلکه یه نمونه مثلا ورشکسته دیگه پاکستانه، که اونایی که اکثریت مسلمان نبودن رفتن به خاور و شده هندوستان، اونایی که مسلمان بودن باختر شده پاکستان، و این دوتا نظر نژادی و پیشافرهنگی و اینا با هم دیگه بسیار نزدیک بودن، اما هندوستان کم کم راهشو به آرامش و پیشرفت و صنایع پیدا کرده داره میره جلو، و پاکستان نه، نه به نزدیکش رسیده، نه به نظر میاد که اصلا آخر تونل نوری هست. کشورهای دیگر اسلامی هم اونایی که خیلی نفت دارن مثلا میفروشن، خب این پولو مثل آفتابه پخش میکنن روی ملت، ملت آروم نگه میدارن. اونایی هم که غرق در نفت نیستن پیشرفتی توشون مشاهده نمیشه، مثل مثلا مصر یا الجزایر یا لیبی یا مراکش، حتی اون نمونه هایی هم که میخوان مثلا توش نمودهایی ببینن مثلا تونس یا هرچی میخواد بشه، رویداد خیلی بزرگی رخ نمیده. یعنی ما یه فرایندهای پیشا صنعتی شدن، جستن، سری رفتن، خود رو تکامل دادن، با انضباط و نیروی کار همه رو آچماز کردن، مثل مثلا قوم های آسیای دور. اونا توی سده بیستم هنگامی که اون واپسماندگیشون رو در نوردیدن و یهو رفتن که غربی ها رو به چالش بگیرن، در رأسشون الان چین، سده 19 هم اول ژاپنیا بودن که فرهنگشون از مال این یکی هم سخت کوشتر بود تو اون آیین شینتو. حالا بعد از اون این کنفوسیایی ها عمومشون اومدن و الان فرهنگ رو به چالش گرفتن، و به خاطر برتری نفراتی هم مثلا کسی نمیدونه که فرهنگ از این داستان زنده بیرون خواهد اومد یا نه، فقط به وسیله همت و دلدادگی به کار، همت و دلدادگی به کار و همینطور ادامه. حالا این بر این یکی ها در خاورمیانه حتی با داشتن منابع مالی بسیار بهتر برای آغاز کار از راه نفت، همش در جا زدنه. و وقتی که نگاه میکنی با هم دیگه پیوسته در ستیز، عصبیت، جیغ، داد، ادعاهای ناهنجار، اندیشه های مهالود، یعنی آدم متوجه میشه که بنیاد کار فرهنگی کاستی داره، یه جایی به انحراف رفته. حالا البته مناطق دیگری هم در جهان هستن که وقتی با هم میسنجیم تکامل متفاوتشون رو از درون 3-4 قرن گذشته به این سوی، حالا به ویژه در 2 قرن گذشته، میبینیم که گویا از همه پویاتر اروپای شمالی بوده، اون بخش پروتستانتی، و بعد اروپای جنوبی کاتولیک اون اندازه پویا نبوده، اروپای خاوری بازم کمتر پویا بوده تو بخش مسیحی اگه بمونیم. آمریکای لاتین هم توانایی‌ها رو نداشته، هنوزم آشفته است بخش بزرگ بزرگش. بعد از این مناطق مسیحی که میریم بیرون که شاگرد اولشون ظاهرا پروتستانتا بودن، پروتستانتای با قوم ژرمن، یعنی آلمانی، انگلیسی، اسکاندیناوی و بخش‌های شمالی مثلا فرانسه و هلند و اینا. از این بخش مسیحی که بریم بیرون اون موقع داستان پیچیده میشه. از یه طرف اون فضای کنفوسیایی رو داریم که تو سده 19 هم آسیب خورده بود به خاطر سنتگرایش و نتونسته بود خودشو به هنگام برسونه، زیر کنترل استعماری فرنگی ها افتاد، ولی الان راهو پیدا کرده و همون همت باستانی قدیمش داره نشون میده، چون کنفوسیایی خیلی اهل کار سر به زیر هستن و گرام داشتن زنجیرهای فرماندهی در کار و اینها، اونا الان مثل موتور دیگه دارن کار میکنن و خود غربی ها رو به هراس انداختن که آینده شون چه خواهد شد. ولی جهان اسلام هیچ تکانی به سوی پیشرفت درش دیده نمیشه. یعنی بیننده میبینه که این داستان
به شانس یا بدشانسی یا اینا نیست، بلکه یه چیزی تو ذاتش با این روزگار صنعتیه که افراد باید اهل سر به زیر بودن و کار کردن و آرامش اجتماعی و روا داشتن روش های نو در اندیشیدن، اونا تو این بخش ها نمیتونن پا بگیرن. و تراژیکترین نمونش هم گویا کارنامه خود ایران بوده، یعنی اون کشوری که چون فرهنگ پیشا اسلامی خیلی قوی هم هنوز داره، تو داخل کشور اسلامی از همه شتابان تر آغاز کرد به پیشرفت تو همین سده 20 خودمون، و بعد بخش اسلامی خود جامعه شورش کرد و جلوشو گرفت. یعنی داستان آدم میبینه که تو این به بدشانسی ارتباط نداره، بلکه سیستم داره. و این خب اون موقع سیستم شناسی فرهنگی هم اون موقع نیاز داره که چه المانهایی چه بنپارهایی اون تو هستن که اینها انسان رو از اون اندیشه سربزیر و کاری و هدفمند و در شبکه های کاری سازنده دور میاندازن یا باز میدارن. که من یکی از المانهاشو که همون مسئله تعصب باشه گفتم که آقای شریعتی هم اینقدر دوستش داشت، یعنی اینقدر این مرد نادان بود که وقتی این عنصر مخرب رو میدید به عنوان یک پیشکش، یک تحفه جهانی رو معرفی میکرد. و شما اونجا میبینید که این داستان و این نادانی و این گمراهی حتی خودخواسته است و از درون بسیار ژرف و استواره. برای همینم دگرگون کردنش یک جنبش بزرگی از مهتران قوم رو لازم داره که اونها برن در آرامش بکاون. لازم نیست درشت بگن، بخشای از جامعه رو نمیدونم تحقیر کنن، بلکه فقط بکاون، بدون تعارف بکاون، بشکافن فرایند تکاملیشو، کار کردی رو که دین اسلام رو ایران داشته، حالتهایی رو که پیش از اون ایران خودش داشته، راهایی رو که فرنگی ها رفتن، و از این جستارها و از این واکاوی ها یک فضای باز اندیشگی پدید بیارن. میشه گفت یه نورافکن بزرگی که میافکنن که قشر میانه قوم و با دیرکرد زمانی هم کهتران بتونن راهشون رو پیدا کنن. و تو این زمینه مهتران ما خیلی کم کار بودن. اونا کاری رو که کردن و میکنن هنوز اینه که میان پایان دستاورد فرنگی ها رو نگاه میکنن بدون فهمیدن این که اصلا خود اون فرنگی چجوری در نوردیده تا به اینجا رسیده، و بعد در مورد تطبیق پذیریش با منطقه خودشون هم کاری ندارن که اون اصلا از تطبیق پذیر هست با اون فضای اسلامی اون یا نه. پایان رو نگاه میکنن، اونجوری که فرنگی آخر سر تونستن برن پیچ و خم تاریخی رو بگذارن و برسن و به دست بیارن، و میگن اینو منم میخوام، و این میشه کانتریبیوشنشون یا دهششون به پیشرفت ذهنی اجتماع. مثلا میگن اینا تونستن برسن به یه دموکراسی جا افتاده، منم میخوام. اینا رسیدن به جدایی دین از دولت، منم میخوام. اینا صنعتی شدن، موشک فضایی ساختن، رفتن دنبال اخترها، منم میخوام. ولی چجوری خدا میدونه. و آیا این اصلا اونور پیاده پذیره، انجام پذیره، اونم خدا میدونه. من فقط میخوام. یعنی از نظر روحی اینجا یک خامی بسیار بزرگی تو کار مهتران قوم ما بوده و هنوز هست و هنوز هست. برای همینم اون جستارهایی که بخواد آشکار باشه و واکاونده باشه بنز کافی فعلا وجود نداره. پیش از انقلابم که هر کسی تو سودای کار خودش بود، دولت میگفت من بهتر میفهمم، شما اصلا نظر نکنید، اونایی که مخالف بودن همش دشنام میدادن، دنبال کارهای تروریستی بودن. یعنی آدم میدید که اون روحیه همگفتاری و همپژوهی و همجستاری رو ندارن، مثلا توانش رو نداشتن. و آیا اکنون هم بسیار بهتر هستن؟ من دوباره تکرار میکنم مهتران رو میگم چون وظیفه آخر رو دوش اونا سنگینی میکنه، جای پرسش بسیار هست. حالا این تازه شاگرد اول منطقه است به نام ایران نظر فرهنگی، که یه فرهنگ بسیار پویای کاری پیش از اسلام هم داشته و اون از اون پایین قلقل میکنه و هی میخواد بیاد بالا. حالا اون یکی ها که دیگه اصلا از اول در حقیقت ناامیدی فقط در موردشون میشه داشت، چون ایرانه هم اگه بتونه فقط به اون مدد اون زیرساخت پیشا اسلامیشه که هنوز زنده است و تو زبانش و تو فرهنگش و همه جا. اون یکی ها به نظر من از اول شانسی نخواهند داشت. ولی باید ببینیم که این شاگرد اول منطقه که خودش رو به ورشکستگی انداخته بیش از 40 ساله، آیا این میتونه راهو بشکنه و باز کنه و پیدا کنه؟
و این اون موقع اون نسیم امیدی خواهد بود که بعد کشورهای همسایه هم میتونه با خودش بکشونه تو اون منطقه، چون اونجا کلیدش دست ایرانه. تشکر از توضیحات رو. آقای شهرباری، فکر میکنید که این جنبش اخیر ملت ایران که رئیس پارلمان اروپا تاکید میکنه، به نظرم حرف خیلی مهمیه در مورد با ایرانی ها، که شجاعت مردم ایران باید الگویی بشه برای تمامی جهان، این حرف رئیس پارلمان 27 کشور اروپایی است. میخوام ببینم که آیا این فازی از اون پروسه است که خود شما اشاره کردید، یعنی اینکه ما به این سمت داریم حرکت میکنیم. بفرمایید. بله، ببینید، ایران در حقیقت تو اون منطقه عمیق‌ترین انگیزه رو داره در مورد اینکه دیگرگون باشه، چون به خاطر اون پیشینه فرهنگی پیشا اسلامیش، در حقیقت در درون سینه ایران دو تا قلب میتپه، یکی اون قلب ایرانی پیشا اسلامیه، اون ایران کلاسیک که همش دنبال کار و کوشش و پژوهش و ایناست، که در دوران آغازین پس از اسلام هم اون عصر زرین رو پدید آورده که هیچ ارتباطی اصلا به اسلام نداشته، فقط مال ایرانیا بوده، گویا پیش از 92% 94% تمام کارگزارای علمیش هم ایرانی بودن، الان میخواد نمیدونم بوزجانی بوده باشه، بیرونی، نمیدونم خارزمی، سینا و فرس، خود هم میهنا میشناسن. این اون ایران کلاسیکی که یه همچین انرژی در خودش داشته، این یه قلبه که در درون اون سینه میتپه، یه قلبی هم هستش که اون قلب اسلامیه، حالا با اون علاقه ها و اون آرزوهای داخل بیابان ها که مسئلهش همون تعصب و اینجور چیز هاست، و این دوتا قلب توی سینه میتپن و همدیگر رو اختلال میندازن، چون نمیتونه اصلا سیستمش با هم کار نمیکنه و همدیگر رو به اختلال میندازن، و این دلیل تنها کشور منطقه است که اصلا قلب دومو داره. اون یکی فقط همون قلب اسلامیه رو دارن که اون حالا اختلال هم لازم نداره، اون از اولی که فقط همون روی اون مسئله یه ناکارآمدیه. در ایران همه منتظرن، یعنی جهانیان، اونایی که واردن، خیلی هستن واردن، فقط صداشون در نمیاد، از رو ادب چیز نمیگن، مسئله تاریخی رو میدونن تو فرنگ بمیشه، همه منتظرن ببینن اون قلب ایرانی از پس این یکی مهمان ناخوانده برمیاد یا نه. که در دوران مثلا مشروطه در حقیقت بنیادش قرار بود گذاشته بشه، نه اونجوری حالا خیلی آشکار با تعارف و ادب و اینها، ولی پهلوی یک و دو اینو بالد پراگماتیک دنبال میکردن که بدونی که در مورد مسائل صحبت کنن، در حقیقت ایرانیزه کردن ایران رو و بازگرداندنش رو به فرایندهای تولیدی دنبال میکردن، تا موقعی که اون بخش اسلامی قیام کرد، که اون قلب دومی است که وقتی خب بهش فشار میاد که این یکی اختلال داره، خب این موقع قیام میکنه. بلا اون 40 سال سر کار همه چی ریخته و هم کشورم که در آستانه نابودی به سر میبره، ولی همه دنیا الان منتظرن ببینن اون قلب ایرانی آخر سر به حالت فرجامین از پس این یکی مهمان ناخوانده برمیاد یا نه، و این یه پرسش بی پایان، یعنی بی فرجامی که تا الان کسی نمیدونه پاسخش چی خواهد بود، برای اینکه یه همچین آزمایشی تو اون منطقه نشده. البته اونایی که تاریخ دانن میدونن که از داخل ایران یه چه اتفاقات عجیب و غریبی هر لحظه ممکنه بیفته، به خاطر اون انرژی عظیم ملی که توش هست، به خاطر اون پیشینه کلاسیکش، مثلا یه نمونهش همین صفویه بوده و سر کار اومدن اونها که ایران رو کند اصلا از جهان اسلام، کند اصلا، مجزا کرد، بهش استقلال بخشید. بنابراین اینجور انرژی های کیهانی بسیار انفجاری قوی این توی اندیشه ایرانی هست که الان با خودش داره سبک سنگین میکنه که این فشار نهایی رو برای همیشه خاموش کردن اون یکی قلب اختلالگر بیارم یا نه. چون یه چیزی هم توی ایرانی ها هست و اون این ایران کلاسیک رو میگه، نه ایرانی های اسلام آمیخته رو، و اونم گرایش به مداراست. یعنی همیشه ایرانی های کلاسیک از روزگار کوروش کبیر گرفته تا روزگار ساسانی ها و بعد از اسلام هم همیشه کوشش میکنن که اگه یه چیز رو میشه با مدارای نسبی و با همزیستی گشود، چرا حتما با خشونت یا با یک راه‌حلای نهایی گشود که برای اون یکی دیگه نفسی نمونه. ولی اینجا چون اون یکی خودش اصرار داره که بقیه نباید نفس بکشن، اون موقع عموم قوم ایران داره به اون طرف میره که
اون عنصر اخلالگر رو برای همیشه خاموش کنی. یعنی به این نتیجه رسیده که اون یکیه که مثل این که نمیتونه با همزیستی زندگی کنه. و یه همچین فرایندهای خیلی خیلی عمیق و هیجان انگیزی تو تاریخ ایران توی دههای گذشته رو به انجامن که هنوز تو جهان کسی نمیبیندشون، ولی اگه به فرجام برسن یهو پیامدهای تکان دهنده تاریخی خواهند داشت. یعنی اگه این بخش ایرانی، اون بخش اخلالگر مهاجم رو که از حالا از بیگانه اومده و همش هم خرابکاری که تو این هزار سال، اگه اون رو برای همیشه خاموش کنه، اون موقع دیگران شاهد یک کشور صنعتی و بسیار پیشرفته و گردن کلفتی خواهند شد توی ابعادی که هنوز غیر قابل تصوره. و بعد اون تمام آسیای غربی رو موقع با خودش میکشونه. یه همچین امکاناتی در پیش هستن، فقط قوم ایران باید تصمیمات درستی در مورد گامهای آینده نزدیکش بریزه و اینم دوباره به گردن مهترانه که اونا راهنمایی کنند و اونا تو این زمینه کمکاری میکنن. تشکر میکنم، ممنونم. یه موقع قلب دومی که اشاره میکنن تون تون میزد، فشار خون خیلی بالا بود در دوره انقلاب. امروز به نظر میرسه که ضربان قلب خیلی رو به کاهش گذاشت، یعنی احتمال زیاد این قلب دوام نمیاره. تمام رکاش هم گرفته، ده. تمام رکای این قلب دوم گرفته. آقای شهرمار یعنی عزیز، تشکر میکنم تا گفتگوی دیگر. سپاس از شما. سپاس گذارم. بدرود.